خواستن، توانستن. قصه حقیقی زندگی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این ویدیو داستان خواستن، توانستن را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال یوتیوب فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا هم ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من با تماس شوید. آغاز داستان. خواستن، توانستن. قسمت اول. من فرزند دومی خانواده بودم. در خانواده ای که شامل پدر، مادر، خانم اول پدر، مادر کلان و خلاصه یک خانواده فوق العاده پر جمعیت چشم و جهان گشودم. قبل از من برادرای ناتنیم 1.5 سال قبل به دنیا آمده بود و از اینکه فرزند دختر بودم در نظر پدر کلان و مادر کلانم اصلا طفلی که در دلهای آنها جا می داشتم نبودم. بجز از مادرم هیچ فردی از خانواده به من توجه نداشت. برعکس، همه توجه و ناز و نوازش با برادر ناتنیم بود و فرق این که او پسر بود. زمان همچنان بیدرنگ می گذشت و روز تا روز با به دنیا آمدن خواهران و برادران از مادر و مادر اندرم تعداد اعضای خانواده ما بیشتر و بیشتر می شدند. زمانی که بعد از من برادر سکم به دنیا آمد و مادر اندرم بعد از برادر ناتنیم 2 دختر دیگر به دنیا آورد، پدر کلانم وفات نمود. در این زمان من تازه متعلم صنف اول مکتب بودم و زمانی که مادرم در کارهای خانه مصروف می شد، من بایست به برادرم رسیدگی می کردم. پدرم از قبل برای کسب تحصیلات عالی به خارج از کشور رفته بود و همه ساله 2 ماه رخصتی های تابستان را به خانواده برمی گشت و سپری می کرد. و تا بازگشت سال دیگر 2 طفل از 2 خانمش به دنیا می آمد و بر جمعیت ما می افزودند. برادر سومی هم نیز به دنیا آمد و چشم برای فرزند 5 مادرم بودیم که مادر کلانم تصمیم گرفت که بعد از این در پایتخت یعنی کابل زندگی کند. برای خودش خانه ای را به کرایه گرفت و پدرم نیز هدایت داد که من باید به شهر با مادر کلانم زندگی کنم و ضمن این که در کارهای خانه او کمک میکنم با مکتب هم بروم. هنوز فقط 12 سال داشتم که مرا از مادر و برادرانم دور ساختند. دختری که تا این سن و سال در یک قریه کوچک و مکتب دخترانه ولسپولی درس میخوان، با سعی و تلاش مادر خود اول نمره صنف هم بود. مادرم که روزانه مصروف کارهای امور منزل بود، شبها تا ناوقت خیاطی می کرد و از پول به دست آمده همه ضروریات مکتب ما را فراهم می ساخت. همچنان برای ما معلم خانگی استخدام کرده بود تا در قسمت خواندن و نوشتن ما را کمک کند. در همان سن و سال کتاب‌های دینی، کتاب‌های داستانی و شعر را خوانده بودم و خواندن و نوشتنم خیلی ها خوب بود. بالاخره به یکی از لیسه‌های شهر رسماً تبدیل شدم. همه چیز برایم تغییر کرده بود. دختران شهری که متوجه استعدادم شدند و آزار و اذیت کردنم شروع کردند. این که من دختر اطرافی هستم، طرز لباس و موهایم
طرز رفتارم و حتی لحجه حرف زدنم را مسخره می کردند و به این ترتیب مرا تحت فشارهای جدی قرار می دادند. نه تنها در مکتب بلکه در خانه نیز مادر کلانم با حرکات و کارهایم مرا تحت فشار قرار می داد. آنجا بود که پدرم تحصیلاتش را به اتمام رسانید و به وطن برگشت. درست زمانی بود که انقلاب 7 ثور به پیروزی رسیده بود و در چنین شرایط پدرم نمی خواست که به قریه مربوط برگردد. چون در اتحاد جماهیر شوروی وقت درس خوانده بود. دیدگاه مردم قریه در این مورد حساس بود و پدرم را متهم به کمونیست بودن می کردند. دیر نگذشت که مادر ناتنیم نیز به خاطر اینکه پسرش در شهر درس بخواند کوچ و بارش را بسته کرد و به شهر آمد و همه با هم در خانه بزرگی زندگی می کردیم. فشار کارهای خانه، فشار ظلم مادراندر و فشار دختران شهری در مکتب مرا می رنجان و اصلا نمی توانستم درس بخوانم. همان بود که در امتحان 4.5 ماهه تقریبا در همه مضامین نمرات خیلی کم گرفتم. وقتی که مادر کلانم قضیه را فهمید، آن را با بدترین الفاظ و دادن شاخ و پنجه به پدرم بیان داشت. گویا این که دخترت به شهر آمده و توجهش به چیزهای غیر از درس جلب شده و حتی این که پسر همسایه وقتی از کوچه می گذشت با کلکین های ما می دید و آهنگ زمزمه می کرد. مادر کلانم شهادت داد که گویا آن پسر این کارها را به خاطر من کرده است. پدرم عصبی شد و گفت دختری که اول نمره بود چرا باید نمرات کم بگیرد؟ تا که توانست مرا لتکوب کرد، حتی تعداد از ناخونهای انگشتانم از شدت لتکوب افتادند. حتی یک بار هم کسی نپرسید که دلیل درس نخواندنم چه بود. در ضمن ظلم مادر کلانم نیز خیلی ها زیاد بود. حتی وقت صبح از خواب بیدار می شدم تا وقتی که به مکتب می رفتم کارهای خانه را انجام می دادم. بعد نان چاشت را نیز پخته کرده ولی فرصت غذا خوردن و حتی شانه کردن موهایم برایم نمی ماند. فقط لباس عوض کرده و موهایم را طبق معمول با لاستیک مو بسته کرده و چادرم را پوشیده راهی مکتب می شدم. از شدت خستگی در صنف خوابم می برد. در این حال جار و جنجال ها و شرایط موجود بدتر شده می رفت. مادر و برادرانم نیز به شهر آمدند. وقتی مادرم آمد دید که ناخونهایم افتاده و موهای سرم را از بس که نتوانستم به آن رسیدگی کنم پر از شبش شده است. سخت ناراحت شده بود و گریه می کرد. وقتی به مادر کلانم قضیه را گفت با هم سخت دعوا کردند و مادر کلانم گفت که توجه دخترت به پسرها و شوهر گرفتن شده است که از درسها به دور مانده و خودش را زیر لتکوب پدرش انداخته است و از این قبیل حرفهای بد. همین بود که خواهرم هم به دنیا آمد و به این نسبت سخت خوشحال بودم. همراه با مادر و برادران و خواهرک تازه به دنیا آمده ام وضعیت روحیم بهتر شده بود و مادر مهربانم دوباره همه فشارها را به خود متحمل شده بود تا من درس بخوانم و به خودم برسم. طی چند ماهی که از قریه به شهر آمده بودم مانند سالها سپری شده بود. تازه نفس راحت می کشیدم که خبر ناخوشایند زندگی همه ما را دگرگون کرد. تازه فهمیدم که پدرم یک زن خارجی دارد و از او یک فرزند 4 ساله هم دارد و تصمیم دارند که به افغانستان بیایند. هنوز 1 هفته گذشته بود. روزی از مکتب آمدم که
مادرم یک اتاق را آماده کرده که فردا خانم خارجی پدرتان با دخترش می آید. مادرم با عالم از باخس درد و اندوی درونی و چشمانی که خود سخن می گفت در گیرودار آمدگی آمدن زن شوهرش بود. تعجب‌آور بود که مادرم چگونه خودش را اینقدر خونسرد و قوی نشان می دهد و اصلاً اعتراض نمی کند. مادر کلانم داخل اتاق شده دستش را به کمر زد و به مادرم گفت: گویا که عروست می آید که چنین آمادگی گرفته ای؟ به کنایه‌اش ادامه داده و به مادرم گفت: انباقت می آید نه عروست. مادرم با ادب و احترام رو به مادر کلانم کرده گفت: این که برای من حرف جدیدی نیست. من از قبل نیز انباق داشتم. حال یکی دیگر افزوده شد و باید یادآور شوم که او یک خانم خارجی است. ممکن است که بتواند مانند یک معلم خوب و فرزندانم رسیدگی کند و فرزندانم از کارهای خوب او بیاموزند. و حرف آخر این که بگذار بیاید و از نزدیک زندگی ما را ببیند. ممکن زیاد وقت اینجا نماند و مدت چند مهمان ما باشد. پس باید از مهمان خود پذیرایی کنیم، چرا که در فرهنگ ما بدرفتاری با مهمان زشت است. این حرفها را آرام آرام به مادر شوهر می گفت و به سر و سامان دادن اتاق مورد نظرش ادامه می داد. این شیوه ی روش مادرم برایم بزرگترین درس بردباری بود. آموختم که اگر بخواهیم بزرگترین درد را هم میتوانیم با صبر و بردباری تحمل کنیم و پشت سر بگذاریم. بالاخره مادراندر خارجی با دخترش آمدند و به جمعیت ما پیوستند. جار و جنجالهایش در همان نخستین روزها با پدرم آغاز شد. اینکه داشتن دو زن و این همه فرزندانش را به او نگفته بود و ده ها توقعات جدید بدور از شرایط و امکاناتش به عصبانیت پدرم افزوده می شد و احساس ناراحتی جدی می کرد. با اندکترین موضوع پدرم عکس‌العمل شدید از خود نشان می داد و نکته بعد این که عصبانیتش را با لط و کوب کردن فرزندانش فروکش می کرد. مادر کلانم هم از وضعیت سوء استفاده می کرد. دشنام می داد و با مداخلات مغرضانه اش مشکلات را بیشتر می ساخت. در میان این همه جنجال ها آن پسر همسایه که مادر کلانم قبل از من متوجه علاقه اش نسبت به من شده بود، وقتی از مکتب رخصت می شوم در راه و نیمه راه خودش را نمایان ساخته و به من پیشنهاد دوستی کرد. منی که از عصبانیت پدرم سخت می ترسیدم و هنوز 13 ساله بودم، شامل صنف هفتم مکتب، از آن پسر خواهش کردم که دنبال من نیاید، که اگر کسی ما را ببیند و به پدرم بیان کند برخوردش خیلی ها زشت خواهد بود. این پسر که حدود 20 سال داشت، پسر جوان و خوش‌اندام هم بود، ولی از علاقه‌اش به من و خواهرش که در همسایگی ما زندگی می‌کرد گفته بود و خواهرش که نزدیکترین همسایه ما بود، در ضمن رفت و آمد هم داشتیم و به اصطلاح از سیر و پودینه خانه ما باخبر بود و برادرش گفته بود که هوش کنی که سر راه دختر نروی، زیرا پدرش سخت ظالم است. به خاطر گرفتن نمره کم در امتحانات دختر را به حد علت و کوب کرده بود که حتی ناخونهایش افتاده بود. اما اگر واقعا تصمیمت جدی است، من با مادر و مادر کلانش در مورد گپ می زنم و زرمینه را رسماً از ایشان خواستگاری می کنیم. سلیم هم به حرف خواهرش گوش داده می گوید که خوب است. پس به ایشان یادآوری کن
که اگر آنها رضایت داشتند، من پدر و مادرم را در جنایان می گذارم و به خواست خداوند از او رسماً خواستگاری می کنیم. شنونده های عزیز، این بود قسمت اول داستان خواستن توانستن. قسمت بعدی را در ویدیوی بعدی ببینید و بشنوید. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.